الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه وهو استقل القائلين الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظیم دوستان عزیز مسلمانان گرانمایه خواهران و برادران ارجمند سلام و درود و رحمت خداوند جلاله جلله پیشکش همه شما و نصیب هر فرد شما باد خدا را سپاسگزار هستیم که ما را توفیق بخشید تا سلسله برنامه تربیتی و اصلاحی اندربابی به معرفی گرفتن شاخه‌ها یا شعبه های ایمان با تمام ابعاد و با تمام زوایا و گوشه هاش در حضور شما عزیزان قرار بگیریم این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده خدا را سپاسگزار هستیم بابت این همه خوبی هاش که نصیب ما کرده و هیچ وقت اگر تا سالیان سال سر را که مشرفترین عضو بدن انسان است در پیشگاه پروردگار به سجده بگذاریم باز هم در برابر خداوند جل جلاله هیچ شکری ادا نکرده ایم چنانچه که روزی از روزها حضرت عیسی موسی کلیم الله علیه السلام خیلی یک اعتراف زیبا در پیشگاه پروردگار میکنه میگه خداوندا من چگونه میتوانم شکر و سپاس تو را به جا بیارم اگر در تمام عمرم که بهترین کارها و بهترین نیکویها ها و اعمال صالح را انجام بدم نمیتوانم به اندازه یک سر سوزن که تو در حق من لطف کردی شکرشو رو ادا بکنم اینجاست که وحی براش میآید میگوید که موسا واقعا امروز شکر رو به جا آوردی و واقعا بنده خوب خداوند بودنت را ثابت کردی پس بر این اساس ما نمیتوانیم شکر خدا را به آن طوری که خدا می خواهد ادا بکنیم پس باز هم نظر به این که باید ما بنده های شاکر خدا باشیم باید سپاسگزار نعمت های او تعالی بوده باشیم در هر صحنه زندگی عزیزانم امروز در اولین شاخه از شاخه های افتاد و نهگانه درخت ایمان قرار داریم که اولین شاخهش در مورد ایمان به پروردگار هست ایمان به پروردگار اساس همه توانایی ها اینوان برنامه امروزی ما ایمان, ایمان به پروردگار اساس همه توانایی ها دوستان عزیز خداوند جل جلاله در قرآن کریم فرمود و پیامبر صلی الله علیه و مثال می دهد که ای پیامبر آیا ندیده ای که خداوند جل جلاله مثال کلمه پاک را چگونه می مثال دین و آین و رویش و منهج پاک خود را چگونه برای بشریت بیان می کند؟ یه طیبت مثل یک درخت پاکیزه که اصلها ثابت و فراها فی السما که ریشاش در زمین عشق، در زمین واقعیت، در زمین حقانیت محکم است و شاخه هاش به سوی آسمان است تا خورشید تا نور خورشید عالمتاب و انرژی که از خورشید عالمتاب توجه و تربیت پروردگار شامل شاخه های ایمان میشه به شاخه ها بتابه و بندگان ازش استفاده بکنه یعنی یک مسلمان دیندار و با ایمان هم این گونه باید باشد توتی کل حین چنان درخت پرسمر و چنان درخت ارزشمند است که میوه های خود در هر وقتی برای ما میدهد و در خدمت ما قرار میدهد. ببین مسلمان نیکو و مسلمان مؤمن هم باید این گونه باشد هر وقتی که دین ازش چیزی میخواهد هر وقتی که شریعت ازش چیزی را م... تبنا میکنه و آرزو میکنه که باید انجام بده مسلمان باید همواره در خدمت دین پروردگار قرار داشته باشد چه در عرصه روح چه در عرصه خانواده چه در عرصه جامعه در عرصه سیاست فرهنگ اقتصاد در هر مجموعی که در هر بخشی که قرار است با به کار گرفتن چنان بخشی با به دست گرفتن چنان کاری به خدا برسیم و رضای پروردگار رو به دست بیاریم باید ما طفره نریم باید ما دریغ نکنیم و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون من جنیات و انسانها را خلق نکردم مگر فقط برای اینکه منو عبادت بکنن ببین پروردگار در قرآن کریم استراتژی کاری ما را در تمام عرصه های زندگی ما مشخص کرد و یکی از شاخه های بزرگ عبادت گذاری به پروردگار خدمت به بشریت است قسمی که من در درس های گذشته گفتم مربوطی که شاخه های ایمان بود که خداوند جل جلاله زیادتر ادای حقوق خودش و ادای حقوق بندگان را از ما مطالبه میکنه الإيمان بضع وسبعون شعبة أولها قول لا إله إلا الله وأتناها إماتة الأذي عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ببين خدا جل جلاله در القرآن الكريم فرمود در رسول معظم صلى الله عليه وسلم در حديث فرمود إيمان چندين شعبة أولش قول لا إله إلا الله يعني خدمة خدا و ادناها الأذية عن الطريق دور کردن یک چیز مزر از سر مزاحمت براشون نشه ضرر نبینن این خدمت خلق پس شعبه های ایمان در مجموع میچرخه روی این دو محور خدمت خدا خدمت مخلوق خدا مثبت به همدیگر مساوی و خوشبختی سعادتمندی و نیکبختی و رسیدن به تمام زیبایی های دنیا و آخرت این یک فرمول هست خدمت به خدا مثبت خدمت به خلق مساوی به خوشبختی های دلخواه ما چه در دنیا چه در آخرت این فرمول از یادتان نره خب اولین شاخه از شاخه های افتادنگانه درخت ایمان که ایمان به پروردگار بود یعنی اساس تمام توانایی ها و زیربنای همه خوشبختی ها اول از خود میپرسیم که چرا در اینجا ایمان به خدا نقش شاخه اول را در اینجا باز میکنه چون ایمان به خدا زیربنای تمام کارها تمام برنامه ها و تمام پروسیجر های کاری است اگر ما ایمان به خدا نداشته باشیم در واقع ما یک آدم بی هدف هستیم یعنی ایمان به خدا اندر باب رسیدن در برنامه های خوشبختی آفرین و سعادت آور برای ما یک تهداب است برای ما یک نقشه راه است پس پیامبر ما عظم اسلام علیه الصلاه و سلام به عنوان مربی بزرگ جهان بشریت به عنوان معلمی که برای تمام شاگردانش چی در دوران خودش چه تا قیام قیامت که میایه در قدم اول زیربینایی رسیدن به اهداف را که همان ایمان به خداست برای ما شما به معرفی گرفت که اولین و بالاترین شاخه ای از شاخه های افتاد و نوگانی درخت ایمان ایمان آوردن به پروردگار است یعنی پروسیجر کاری ما کاملا معلوم شد زیر کار ما معلوم شد ما انرژی توانمندی توان و طاقت برنامه های تمام زندگی خود را از این برنامه گرفتیم از کدام برنامه برنامه ایمان به خدا پس اینجاست که پیامبر برای ما شما خط شد تا این کرد هدف تا این کرد مسیر مشخص کرد تا زمانی که ما در زندگی هدف و مسیر و برنامه مشخصی نداشته باشیم نمیتونیم هیچ جایی برسیم هیچ جایی نمیتونیم برسیم پس ببین پیامبر ما چقدر پیامبر بزرگی است در هر عرصه زندگی برای ما یک معلم الگوست نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه سر مدرس مسئله آموز صد مدرس شد ببینیم از ایمان در لغت چی میگه؟ ایمان در لغت فقط اقرار ایمان در لغت به از امون از امانت یا از معمون بودن از امنیت گرفته شده و در اصطلاح در اصطلاح علماء شریعت ایمان اقرار به زبان تصدیق به قلب عمل به اعضای بدن به جواره این سه چیز این سه رکن در تعریف ایمان سه رکن انفکاک ناپذیر است اگر یکیش هم کم شد مشکل آفرین است در عقیده اهل سنت و جماعت چه اشعری ها چه ماتوریدی ها که دو بخش عمده است عقاید کلامی اهل سنت و جماعت اقرار به زبان تصدیق به قلب عمل به جواره این سه چیز مهم است اگر اقرار به زبان کردیم تصدیق به قلب نکردیم مسلمان نیستیم اگر عمل به جوارح نکردیم باز هم مسلمان درست نیستیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات ببین از این آیت برای ما پیام میرسه که باید ما اقرار به زبان تصدیق به قلب و عمل به جواره را ارزش و از همدیگر جدا نکنیم این سه چیز اجزایی انفکاک ناپذیرن باب بنای تعمیر شکوهمند ایمان واقعی برای یک مسلمان نباید فراموشش بکنیم پس ببین در این قسمت عمل به جواره وقتی گفتم عمل به جواره ارکان پنگانه ایمان همش برمیگرده به ارکان اسلام کلمه نماز روزه زکات حج و همچنان در احادیث دیگری می آید که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اسلام را در مجموع در هشت بخش تقسیم کرد که علاوه از این پنج بخش جهاد فی سبیل الله خدمت به خلق الله و همچنان سایر کارهای نیکویی که برای بشریت می توانیم خدمت خوبی بکنیم پس این سه چیز از ریادتان نره یعنی قرآن برای ما پیام رساند که شما زمانی میتونین انسان خوبی باشین زمانی میتونین که مسلمان نیکو و خوشکرداری باشین که اقرار به زبان تصدیق به قلب و عمل به جواره را با هم یک جا بکنی. پس این پیام شعبه اول یا شاخه اول یا شاخه های هفتاد و نگانه ایمان است که ایمان آوردن به پروردگار اساس همه توانمندی ها و قدرت ها ما قسمی که آیت قبلا برای شما خواندم خداوند جل جلاله قسمی که فرمود ایمان را به عنوان درخت تشبیه داد که این اولش بود عزیزانم وقتی که ما ایمان به خدا میاریم باید به با کدام عرصه ها به خدا ایمان بریم مض به وجود پروردگار مض به این که خدا یک ذات یگانه و واحد لا شریک است ولی،, ولی بیاییم عرصه های ایمان به خدا را باید ما به با معرفی بگیریم عرصه های ایمان به خدا تا تجلی بکنه در زندگی ما در زندگی اجتماعی ما سیاسی ما اقتصادی ما فرهنگی ما حتی در نظام دولت حتی در سطح دولت ایمان به خدا بیشتر گفتم به عنوان پروسیجر مهم کاری به عنوان ختمشی اصلی عمومی بنیادی و اساسی نظر به رهنمود پیامبر معظم اسلام علیه صلات و سلام در حدیث شعبه های ایمان برای ما شما نقش ارزندهی را بازی می کنم ایمان به خدا برای ما یک برق تجلی بخش است که در تاریکی های زندگی با به دست گرفتن این برق پر از تجلی و روشنی ما تمام اهداف خود را در میابیم از افتیدن به منجلاب گناه و کسافات و بدبختی ها و سیه روزی ها و بدروزگاری ها نجات پیدا می کنیم. پس ببینیم که پیامبر ما چقدر پیامبر با عظمت و پیامبر با حکمت است همیشه من گفتم عظمت کلام پختگی کلام دلالت به عظمت و پختگی صاحب کلام میکنه پس کلام پیامبر در عرصه به معرفی گرفتن شعبه های ایمان و در ردیف اول قرار دادن ایمان به خدا در ضمن این همه 79 و شعبه و 79 و شاخه ایمان دلالت به پختگی بودن مغز پیامبر و پخته بودن شخصیت پیامبر میکنه پیامبر جامعه شناس پیامبر روان شناس پیامبر خدا شناس پیامبر آدم شناس پیامبر جهان شناس پیامبری که بیشترین قویترین و قدرتمندترین روحیه و حس جهان شناسی یا جهان بینی را داشت در علم جهان بینی یا جهان شناسی وقتی که شما مطالعه بکنین یک جهان بینی منطقی است یک جهان بینی فلسفی است یک جهان بینی دینی است یعنی دین پیامبر هیچ جهان بینی هیچ هنری در جهان شناسی بالاتر از هنر جهان شناسی ما نیست که دین را با این همه شعبات ارزشمند و شاخه های زیبا برای ما به معرفی گرفته وقتی که ما تحقیق بکنیم همه ارزهای های زندگی ما از این همه شعبه های ایمان پس بیاین همه برنامه های زندگیتان را از 79 شعبه ایمان یا 79 شاخه ایمان بگیرین. بشناسیم که شما کی هستین، در جامعه چه کار بکنین، چگونه انسان سیاست مداری باشید چگونه انسانی با فرهنگ باشید چگونه آدم و مسلمان با اقتصاد باشین، الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف بله اقتصاد در راستای پیش بردن برنامه های اسلامی نقش گسترده و اساسی خود را داره همین پیامبر اقتصاددان که دانشگاه اقتصاد نخوند دانشکده اقتصاد تحصیل نکرد ولی فهمید که اقتصاد را که زکات است یکی از شعبه های مهم شعبه های ایمان قرار داد و پروسیجر کاری برنامه های زندگی ما را به طور هدفمند در جهان مشخص کرد که می توانی با بر روی دست گرفتن برنامه های ایمانی و یاد گرفتن و عمل کردن شاخه ها و شعبه های ایمان یک مسلمان تمام ایار شوی در تمام عرصه های زندگی نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد حقا که چنین است عزیزانم حالا بعد از اینکه گفتیم که به کدام عرصه ها ایمان بیاریم به خداوند ایمان به خدا ایمان به صفاتش ایمان به اعمال و به افعال و کردارش ایمان به احکامش و ایمان به اسماء حسنا به 99 نام توقیفی پروردگار امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه در تفسیر کبیر میفرماید که اسمهای خداوند توقیفی است یعنی 99 است. دیگه ما نمیتونیم که از پیش خود چیزی بسازیم درست اگرچه که خیلی از کلماتی هم و مرادف نام های پروردگار نام های خدا هست ولی ما حق نداریم بیشتر از 99 تا بکنیم 100 تا 120 تا 30 تا این اسما رو میگه توقیفی ما موقوفیم در اینجا با توقف کنیم بیشتر از این ببینیم مفتی محمد شفیع عثمانی رحمه الله در تفسیر معارف القرآن سخن ارزشمندی میگه تائب تواب هر دوش از ماده توبه گرفته شده از مصدر توبه ولی خدا را نمیتونیم بگیم تائب ولی میتونیم بگیم تواب تواب به معنای توبه پذیر تائب توبه کننده خدا توبه کننده نیست توبه پذیر هست ببین هر دوش از یک مصدر گرفته شده ولی ما حق نداریم خدا رو بگیم تائب ولی میتونیم بگیم تواب چون در اسمای توقیفی خداوند یک کلمه کلمه تواب است ببین پس زندگی در پرتب اسمای الهی برنامه ریختن در عرصه های مختلف زندگی در روشنی 99 نام پروردگار یکی دیگری از برنامه های انسان ساز و زندگی ساز برای ما هست دانشمندان و علما کارشناسان علوم اسلامی و برنامه های دعوتی و بیدارگری و اصلاحی در مورد این که ما چگونه بتوانیم زندگی خود را در قالب 99 نام پروردگار قالب ریزی بکنیم و خوشبختی را دست بیاریم برای ما به طور درست کار کردن دعوت کردن، نوشتن، تدریس کردن سخنرانی بیان کردن که با باید استفادهش بکنیم این که نمی کنیم تقصیر خود ماست رو درگاه او وردی که گشت ناامید گرگدا جاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست عزیز <applause> لحاظ دوستان عزیز این مورد را از یاد باید نبریم حالا میایم در مورد سمرات و خوبی های ایمان ایمانی به خدا سمرات و خوبی های ایمانی به خدا وقتی که ما ایمانی به خدا باید داشته باشیم پیامبر صلی الله علیه و ایمان به خدا را در ردیف اول برنامه های شناخت شعبه های ایمان قرار داد برای چه حکمت و فلسفه چیست برای اینکه ببین ما در اینجا با بیان کردن سمرات ایمان تمام ابعاد زندگی را و تمام برنامه های حیاتی را برای شما ما با بیان میگیرم و تطبیق میان زندگی صحابه و زندگی امروزی چگونه صحابه به این همه خوشبختی ها دست یافتن و ما به این همه خوشبختی ها دست نمیافیم برای چی ببینیم اولین یکی از خوبی های یا یکی از ثمرات ایمان چیست سعی صدر اعتماد به نفس احساس قدرتمندی احساس توانمندی شکوه عظمت جلال جبروت ببین این همه تاثیر رو از ثمرات ایمان به خداست زمانی که ما ایمان به خدا آوردیم این همه خوبی ها و احساسات خوبی و احساس و حس خوبی در زندگی ما رخ میده صحابه چرا این همه قدرتمند بودن چرا با عظمت بودن چرا با انرژی بودن با حیبت و فر و شکوه بودن برای اینکه ایمان به خدایشان ریشه در دلهای اونها گسترانیده بود ما امروز چرا این همه ضعیفیم برای اینکه برعکس های زندگی صحابه ما زندگی انتخاب کردیم پس ببین تطبیق میان زندگی صحابه و زندگی ما آسیب شناسی چرا باید این کار این همه هستیم برای این که ریشه های ایمان به خدا در زمین قلب ما به طور درست گسترانیده نشود درخت ایمان به خدا در زمین قلب ما ریشه دوان نشده این تقصیر است پس بیاین این تقصیر را بفهمیم خودمون رو بسازیم دومین خوبش یا سمرات ایمان به خدا جل جلاله سعی صدر سعی صدر اعتماد به نفس اعتقاد جازیم به معبود یکتا و همیشه تلاشا و فعالیت های رضاکارانه وقتی که یک بنده ایمان واقعی به خدا داشت رضاکار میشه خدمتگزار میشه دستگیر مردمان میشه دائم گل این بوستان شاداب نمیماند دریاب یاب ضعیفان را در وقت توانایی زمانی که توانا بودی قدرتمند بودی ضعیفان را توانایی می‌بخشی. به ضعیفان کمک میکنی این از ثمرات چیست از ثمرات ایمان به خدا پس پیام این چیست پیام این که هر کسی که در جامعه دیدین بیشتر خوبتر با کیفیتتر تر خدمتی به خلق الله میکنه یعنی که درخت ایمان در زمین قلب او خوبتر ریشه دوانده صحابه این گونه بودند درست این همه خدمات رضاکارانه به تمام نسل بشریت کرد که این همه ایمان ما این همه برنامه های ما از برکت و ثمرات خدمات صحابه است اما صحابه ای که ایمان واقعی به خدا آوردند اولین شاخه از شاخه های شعبه های ایمان را در زندگیشان نهادینه و مستحکم کردند بس ما چرا این همه نیستیم چون نداریم اگر میخوایم داشته باشیم پس بیاین مثل صحابه باشیم فان امنوا مثل ما امنتم فقد ای صحابه ای پیامبر اگر دیگر مردمان مثل ای که شما به خدا ایمان آوردین ایمان بیارن واقعا هدایت شدن پس ببین ایمان صحابه برای ما شما تابلوی تقلید و منظره الگوبرداری و تاثیرپذیری است که نباید فراموش بکنیم بر این قسمت سیومین سمره ای ایمان به خدا چیست؟ رحم و شفقت و حلم و توازی را در زندگی انسان پرورش می‌دهد و رضایل اخلاقی را از زندگی انسان از بین میبره ببین فضایل را در نهاد انسان رشد می و رضائل را از بین میبره بره خوبی ها را رشد می بده ها را از بین میبره از اینجا شما پیام بگیرین بشناسید خودتان را در ترازوی این سخن بندازین وزن بکنین تا چه اندازه در زندگی شما فضایل وجود داره خوبی ها وجود داره چقدر بده ها اگر به همو اندازه که خوبی ها وجود داشت بفهمید که ایمانتان به خدا ریشه دارتر است اگر رضایل زیادتر وجود داشت بفهمین که درخت ایمانتان از زندگی از زمین قلبتان نسبت به به خدا جل جلاله کم ریشه است ریشه گسترده نیست پس ریشه رو گسترده بکنین مثل زندگی صحابه صحابه ای که با طرح زندگیشان با شیوه زندگیشان جامعه ساخت روان و فکر و صحت ساخت اقتصاد ساخت فرهنگ ساخت دولت ساخت کشور ساخت آبادی و امران و تمدن و مدنیت و پیشرفت و خوشبختی ها همه رو ساخت برای چی؟ به خاطر اینکه شعبه اولی از شعبه های ایمان را که ایمان به خدا جل جلاله هست در زندگیشان نهادی نساختن اگر ما می خواهیم این گونه باشیم تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به تا که اسباب بزرگی همه آماده کنیم متوجه باشیم و همچنان سایر سمرات ایمان به خدا انسان را پابند به قوانین الهی میکنن. ببین انسان را پابند به قوانین الهی میکنه وقتی که صحابه را در زندگی شما میدیدین یک اونها همه قرآن های متحرک بودن قانون خدا را در زندگیشان پیاده میکردن پس اونها انسان های با فرهنگ بودن فرهنگ یک جزء مهم تمدن و پیشرفت یک ملت در زندگی است ملتی که فرهنگ نداشت مدنیت نداره ملت فرهنگ نداشت حکومت نداره ملتی که فرهنگ نداشت خوشبختی و سعادت نداره پس صحابه ملت با فرهنگ بودن برای چی برای چی ملت بافرهنگ بودن ایمان به خدا داشتن به طور درست یعنی ایمان به خدا درخت ایمان به خدا در زمین قلب از نور ریشه شده بود وقتی که اگر ما میخوایم این باشیم ببینیم پس این همه خوبی ها این همه ارزشمندی ها این همه زیبایی ها همه بر میخوره به ایمان به خدا پس ایمان به خدا راز تمام توانمندیهای ما در زندگی است اگر می خواهید توانمند باشی درخت ای ایمان با خدا را در زمین قلبت ریشه دارتر بساز اقتصاد بساز جامعه بساز فرهنگ بساز دولت و کشور بساز همه از کجا؟ از اینجا امیز که اقبال رحمه الله میگه که جامعه ای که اساسش و تحدابش بر اساس خدا تدیون و شریعت پروری بنا نشده باشه او جامعه یک جامعه جنگل است که چند تا چهار پا می آین و جان همدیگر می همدیگر رو می و پارا پارا میکنن. پس نقش شاخه های هفتاد و نوگانه درخت ایمان را در زندگیتون لازمی بدانید بفهمین که شعبه های ایمان در زندگی شما نقش اصلی و اساسی دارد زندگی تان را می سازه پس زندگی را با شناخت و درست معرفی معرفت حاصل کردن با شعبه ایمان بسازین پر بکشین به سوی آسمان های خوشبختی و سعادت و کامیابی موفق و سرحال و همیشه خوشبخت باشین ان شاء الله در برنامه بعدی میپردازیم به شاخه دومی از شاخه های هفتاد و نگانه ایمان و تطبیقش در هر همه عرصه های زندگی السلام علیکم و رحمت الله